میپردازم که مشکل فعلی ما در ایران خیلی صریح و روشن، مشکل دخالت دین در سیاست به طور عام و البته شکل اساسی هم که گرفته حکومتگری روحانیان. چون ممکنه که بگن که حاکمیت مال خداست، ولی خدا که خودش به طور مستقیم ما نه این جامعه رو اداره بکنیم، اونهایی که مدعی نمایندگی هستن این کار رو میکنن و باید برای این چاره اندیشید. اگر میخوایم از اوضاع فعلی که حالا انواع اقسام مشکلاتش رو ممکن ما بشوریم، در زمینه اقتصادی، در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، هزار یک چیز خلاص بشیم، کلید حل ماجرا باز کردن این قفل بستگی سیاست و دین است. خیلی روشن. حال چجور بازش بکنیم؟ دو اصطلاح برای این کار معمول شده، یکی متاسفانه زیاد معمول شده که سکولاریسم و یکی کمتر که لایسیته است. این دو رو نباید مترادف گرفت، بسیار نادرسته. سابقه تاریخیش فرق میکنه، از نظر مفهومی هم تفاوت داره و نتایج عملیش هم با هم متفاوته. به نظر من اصطلاح درست همونطور که در حقیقت تا اونجا که با حافظه بنده و شما میخوره مرحوم بختیار عنوان کرد، لایسیته است. لایسیته است که جدایی قاطع دین و سیاست و کوتاه کردن دست روحانیان را از حکومت میتونه تحقق بخشه. چون در کشورهای که سکولار هستن دولت به انواع اقسام هم در کار دین دخالت میکنه، گاهی اوقات مالیات میگیره، چه میکنه و همین که به یه نوعی از به اصطلاح پشتیبانی اهل مذهب، پشتیبانی در زمینه سیاست بهره میبره. اینا هیچ کدوم به نظر من قابل قبول نیست. شاید برای بعضی کشورها که سکولاریته دارن و راضی هستند قابل قبول باشه. مثلا قاضی خود مردم کشورن، از بیرون که آدم نمیتونه نظری بده، بگه این بکنید یا اون بکنید. ولی به کار ما نمیاد. به خاطر اینکه ما با یک روحانیت بسیار قوی و سازمان یافته طرفیم که روحانیت شیعه است. تفاوت اساسی داره با روحانیت سنی و به کلیسای کاتولیک، بدون اینکه بتونه در حد اون باشه و در حد اون تمرکز و سلسله مراتب محکم داشته باشه بسیار شبیه. و وقتی به تاریخ این سکولاریته و لایسیته هم نگاه میکنید، لایسیته مال کشورهای کاتولیک، چون با یه دستگاه بسیار عظیم و محکم و معظمی طرفند که بعد در مقابلش خیلی جدی موضع بگیرن. در این کشورها دولت نمیتونه کار خودش رو فقط به بیرون رفتن از زمینه مذهب محدود بکنه، یعنی بیرون رفتن و احیانا قضاوت کردن، داوری کردن بین پیروان مذاهب مختلف. نه، دولت باید موضع بگیره و احقاق حق بکنه، یعنی دست روحانیت را از اون چیزی که بهش حقی ندارن کوتاه بکنه و اون رو برگردون به ملت. این کار رو لایسیته میکنه. به نظر من این کلمه اساسیه. هرچه بیشتر هرچه گفته بشه کمه، هرچه بیشتر گفته بشه بهتره. و نکته این است که به تصور من این اون شعار درست و اساسی است که بسیاری دنبالش هستن برای ساقط کردن نظام اسلام. به یک دلیل خیلی ساده، فقط هم یک دونه خدمتتون عرض می‌کنم، این است که اگر دقت کرده باشید که حتما کردید، از ابتدای حیات شما هر چیزی این حکومت اسلامی خواستید گرفته ور رفته کج و کولش کرده، گفته ما اسلامیش رو برای شما میاریم. دموکراسی اسلامی دارید، جامعه مدنی اسلامی دارید، حقوق بشر اسلامی دارید، خودت همه چی اسلامی دارید، حتی سکولاریسم اسلامی هم دارید. نمونهش نه در ایران و در بین ملی مذهبی ها که در حقیقت دلالان اصلی اختلاط سیاست و دین هستند در ایران، خیلی بیشتر از روحانی ها. اینا باید فراموش بشه، چون روحانی مسجد و ایناش به جاست، الزاما خواستار دخالت در سیاست نیست، دخالت هم نکنه کار زندگیش معلوم. ولی ملی مذهبی اگر سیاست و دین با هم دیگه قاطی نشه، از هم جدا بشه و دو کاش تهدید بکنه، چاره ای نداره. خیلی روشن. این مسئله بسیار بسیار مهمی که باید در نظر داشت. اینا حالا حتی حرف سکولاریسم میزنن به خاطر اینکه فکرای پشت سرشه که بعد ما اینو چجوری تعبیر بکنیم که خلاص در سیاست بمونه به اسم اسلام و همه چی دخالت کنه. خب اینا رو عمل مشابهش رو خلاصه کنم، حکومت اسلامی میتونه عرضه بکنه در مورد لایسیته، عرضه مشابه ممکن نیست. و وقتی آدم میخواد یک حکومت رو عوض بکنه، خیلی سریع عرض کنم، ساقط کنه، بر بیاندازه و چیزی رو ازش بخواد که نتونه بده حتی با ادا، خلاصه یا بده و بمیر یا نده و بمیر. این آلترناتیوی است که ما میتونیم اینطوری به حکومت عرضه کنیم. بفرمایید. سپاس از شما. البته من میخواستم خدمتتون عرض کنم که این یک واقعیته که در جامعه مدنی مذهبی و دهقانی ایران برای افراد زیادی دین و متافیزیک یه پشتیبانی روانی برای زندگی روزانه شونه، حتی برای کارهاشون هم این رو دخالت میدن.
میشه حتی گفت که دین و مذهب برای اعتماد به نفس و شکوفایی بعضی از این افراد اهمیت بسیار زیاد داره. من فکر میکنم که این برای اونها قابل قبول نیست که به ناگهانی دین و مذهب رو از اونها بگیریم. ببینید، منظور این است که یه ترتیبی باید این رو قبول کرد که احترام به ایده و به دین و مذهب دیگران لازمه، اما ما فقط میگیم احترام رو میگذاریم، اما شما نباید در مدنیت این موضوع رو دخالت بدید، در سیاست دخالت بدید، یا اگر در حکومت بودید در حکومت دخالت بدید. پس بنابراین من معتقد هستم که سکولاریزم که در حقیقت یک ایدئولوژیه، یعنی ایدئولوژی است که برای سکولار بودن، بنده میگم من سکولار هستم، اما شما نمیتونید بگید که من لایک هستم. شما میفرمایید که حکومت فرانسه لایکه، فرض کنید که حکومت ترکیه یه موقع لایک بوده، امروز نیست. عراق فرضاً یه حکومت لایک داشته. سه تا کشور هستن که من میشناسم، بیشتر از اینم نمیشناسم، اینها در گذشته لایک بودن. فرانسه هنوز هم هست، ولی این دوتای دیگه به نظر من این رو در حقیقت دیگر ندارند. ولیکن اکثریت کشورهای اروپایی سکولار هستن و از سکولاریسم استفاده میکنن، سکولار رو میپسندن و از روی اون کار میکنن. و این در حتی در مورد کشوری که من در اون زندگی میکنم، کشور آلمان، کاملا صادقه. همونطور که شما فرمودید، کشور آلمان از مردم مالیات میگیره به عنوان مالیات کلیسا، این 7% تا 11% نسبت به اون درآمدی که در سال دارن، و این رو میده به کلیسا. اما در این حال ما میدونیم که عده بسیار زیادی از آلمانی ها، یعنی حدود 28 میلیون آلمانی، از کلیسا خودشون رو کنار کشیدن، حتی بی خدا شدن. میگویند که این در حقیقت در چارچوب اندیشه ما نیست. یعنی قبول کردم که اکثرا این حرف ها حرف هاییست برای عوام فریبی، خدا، دین، مذهب، غیر ازاله. یعنی وقتی که دقت بشه میبینیم که اون چرا که فرض بفهمید 2000 سال پیش یا 2000 خورده سال پیش در رابطه با دین یهود گفته شده، امروز قابل استفاده نیست. همچنین اونجایی که در اسلام گفته میشه قابل استفاده نیست. بنابراین ما این رو باید در حقیقت در نظر بگیریم که خیلی ها با علم، با دانش، با بینش، با بینش کافی به این نتیجه میرسند که لزومی نداره، من احتیاجی به این ندارم که دین داشته باشم تا آدم خوبی باشم، دین داشته باشم تا پاک باشم، دین داشته باشم تا دزدی نکنم، دین داشته باشم تا اینکه سر مردم کلاه نزنم، بلکه این یکی جزی از اصول زندگی هست. بنابراین ما میتونیم روی این موضوع یه مقدار صحبت کنیم. البته آقای دکتر کیانزاد الان من دیدم آمدن ولی باز هم خارج شدن، من نمیدونم چه مشکلی دارن. به هر صورت من رشته سخن رو خدمت شما میدم، چون ما الان حدود نزدیک 8 دقیقه صحبت کردیم. بفرمایید. ممنونم. نکته که روشن گوش گذاشتید در مورد لایسیته به نظر من خیلی خوب از این بابت که سوء تفاهمی که بر سر لایسیته در ذهن بعضی وجود داره و مذهبی های ایران هم چه در داخل و چه در خارج به قصد با سوء قصد بهش دامن میزنن روشن میکن. اول اینکه لایسیته خودش مذهبی است. یک، لایسیته اون هم به سکولاری یه نوع ایدئولوژیه که دولت ازش استفاده میکنه و یه کار اصولیه، ایدئولوژی درستی در همین از نظر تجربی هم نتیجه داره. ولی نکته اساسی این است که چون لایسیته هیچ ضدیتی با دین نداره، طبیعیه که هیچ مزاحمتی هم برای مردم مذهبی ایجاد نمیکنه. مذهب مردم سر جاشون لایسیته ابدا در اعتقادات مردم دخالت نمیکنه. اما اساسا تمام دعوای لایسیته این است که آقا دولت حق نداره در اعتقادات مردم دخالت بکنه، در مذهب خیلی روشن و در اعتقادات کلی، اعتقادات مذهبی و شبه مذهبی که هر کس بر خودش داره. مشکل لایسیته، مشکل هدف لایسیته در اصل جمعی مؤمنان نیستن، روحانیت به دستگاه مذهبی، دست اونو کوتاه میکنه. به اونام نمیگه نمیتونی نماز بخونین، حج بدین، نمیدونم دعا بخونید و اینا، این حرفا بی معنی است، هیچ کس نمیگه چیزی. یه مملکت دموکراتیک اینطوری داره میگرده، چیزی که بهشون میگه میگه هر نه در سیاست دخالت کن، تموم شد رفت. همه اینا که داری مال خودت، احترام همش هم واجبه و برجاست، کسی هم دست به تکلیفش نخواهد زد. در مورد مردم عادی که به جای خود
حتی در مورد روحانیان که از ما زحمت شدن توش دست به ترکیب اینا نمیزنی، ولی پا رو از یه حدی جلوتر نمیتونی بذاری، یعنی وارد سیاست نمیتونی بشی و اینها رو هم حق نداره بخواد بیا واقعا تحمیل بکنی. اصل حرف لایسیته اینه. حالا تفاوته، حالا یکی از تفاوتاش با سکولاریسم بسیار مهمه این است که آقا من یه طوری نمیخوام جامعه رو بگردونم که بگیم هر گوشش یه حالت مذهبی داره. خب اینا هر کدوم با هم دیگه نقشی دارن در همه جا، از جمله در سیاست میتونن نقش بازی کنن، دخالت کنن، ولی متعادل میشه. نه، لایسیته میگه نه، چه یه مذهب چه ده تا مذهب هیچ کدام حق دخالت در سیاست ندارن و این حق دخالت در سیاست نداشتن هدفش روحانیانه و اینا یه نفری که مؤمنه، آقا حالا مؤمنه، اولا حق مسلمشه، خود میدونه و خداش تموم شد رفت. ممکنه فکر کنه که مثلا در بین کاندیدایی که من قرار رئیس جمهور بشم، من به نظرم میاد مثلا این یکی بهتره. به چه دلیل؟ به نظر مذهبی، به نظر مثلا با ایدئال های مذهبی من مطابقه، میرم به رأی میدم. حقش همینجا میکنه، کس مزاحمش نمیشه، جواب یعنی مثلا سوالی هم نمیکنه که جوابی بخواد. نکته اصلی این است که آقا احترام همه چیز به جاست، به ترتیبات و آداب مذهبی هم دست نمیخوره، دست روحانیتی که کوتاه میشه. این نکته اساسی است به نظر من و بعد هر بسیار روش تاکید. جناب کامران، من یه مثالی میخواستم بزنم در این میان، اون هم ترکیه است. ما میدونیم که آتاتورک ناجی ترکیه دولت لائیک رو در ترکیه برپا کرد و سالها، شاید بیش از 60 سال این مورد توجه همه بود. اما میبینیم که حدود در 10 سال گذشته فردی به نام آقای اردوان یا اردوان یا هرچی هست اسمش، من دقیقا نمیدونم، چون یکی میگه اردوغان، یکی میگه اردوان، یکی میگه اردوان، ایشون الان رئیس جمهور ترکیه هست، خیلی آهسته، خیلی بی سر و صدا، خیلی میخوام بگم به صورت دیپلماتیک سعی کرد که اون چرا که آتاتورک در 70 خورده سال پیش و 80 سال پیش به وجود آورد الان برکنار کنه و در حقیقت بی اون چرا که ایشون ریسته بود هم بکنه. یعنی ما میبینیم که به مرور اون قوانین لایسیته رو یکی پس از دیگری برکنار میکنه و سعی میکنه که قوانین اسلامی رو جای اون بگذاره. من میپرسم که اگر این سیستم سکولار بود مشکل کمتری داشت؟ آیا به این نتیجه نمی‌رسید؟ آیا امکان داشت که این پا بر جا بمونه و به این ترتیب پیش نره؟ یعنی این رو میخوام ببرم منتقل کنم به خودمون در به ایران ما. در ایران ما هم اگر یک همچین وضعیتی ما ایجاد بکنیم، آیا بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه باز هم امکان نداره که یه همچین احیایی به وجود بیاد، باز هم اسلام رو احیا کنن، بگن بله قوانین اسلام باید اجرا بشه و باز هم همین بساطی رو که امروز ما داریم اونجا برپا بشه؟ نظر شما در این مورد چیه؟ چند نکته رو عرض کنم. اولا نکته که در مورد مثال بسیار خوبی انتخاب کردید در مورد ترکیه، اول از همه دستاورد این 60 سالی که این مملکت لایق بود پیشرفت‌های همه جانبه اجتماعیشه. این ارزش فوق‌العاده داره و این به یه نوعی میراث آتاتورکه. موقعیت زنای ترکیه نگاه کنید، در صحنه جامعه، در کار اقتصادی، در دانشگاه، همه جا اینه، بی‌نهایت ارزش داره. حال میگیم یه نفر اومد تونست که اومد با رأی و اینها، یعنی در حقیقت با زیرکی با کلک بعد گفت کم کم اون رو از پایه بخوره و خراب بکنه. خیلی متاسف، به یه نوعی همون کاری که در مملکت با سرعت انقلابی انجام شد اینجا به تدریج داره انجام میشه، درسته. ولی اون چیزی که در اینها فرصت داد میراث آتاتورک رو کنار بزنن، به نظر من لایق بودنش نبود. لایق بودنش دشمن بودن، ولی از اول نمیگفتن و رو نمیکردن. میگفتن چی؟ گفتن حکومت استبدادی بود، راست هم گفتن. آنچه که در میراث آتاتورک باعث شد که این لطمه ببینه و در حقیقت همون ترکیه لطمه ببینه این بود که استبدادی بود. آقا کاری که با زور بکنی ممکن هزار نتیجه مثبت هم داشته باشه، ولی همیشه در معرض این است که به خاطر اینکه با زور انجام شده و مشروعیت کافی نداشته یه عده بلندش عقبش بزن. حالا بیایم به ایران. مال ما کشورمون اسم لایق نداشت، اون شدت و عدت هم یکی کسی رو نگرفتن، ولی خب بخاطر از دوره رضاشاهی آقا دست روحانیت کوتاه کرد، از محاکم کوتاه کردن، از عدلیه کوتاه کردن، از آموزش پرورش کوتاه کردن، از هزاری چیز گفتن آقا ببینید کارا خودتون بشید. دفترداری رسمی هم
اون موقعی برقرار شد یه دژیاد از اخوندها بند دوره گذروندن رفتن دفتردار شد. در حقیقت چی بود؟ این ادامه همون نقششون قبل از مشروطیت بود، تا اون موقع بود. به خاطر اینکه اخوند که در ایران هیچ‌وقت حکومت نمی‌کرد، کار حقوقی اخوند چی بود؟ رسیدگی به احوال شخصی، ازدواج، طلاق، ارث، معامله. یعنی کار دفتر اسناد رسمی. خب دفتر اسناد رسمی درست و مدرن با معیارهای مدرن درست کردن که هر کی کاغذ دست کسی نده. یه دم اخوند رفتن دوره دیدن، پای حقوقی داشتن، رفتن کارش می‌کردن. تمام راضی بودن. چشم صدا داشتن نمی‌دونن. مسئله سر این است که ببینید شما آیا لایسیته بوده که مشکل ایجاد کرده یا استبداد. و بعد اینکه شما وقتی لایسیته رو برقرار می‌کنی، لایسیته فقط این نیست که من می‌گیرم روحانیان کتک می‌زنن. این فکرای کمی داره. حالا تا به شاق ما ببینیم اینا مثلا فلان. این حرفای خیلی سخیفه. حرفا خیلی ابتدایی است. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه این حرفای انتقام‌جویی شخصیه. اینا حرفای عاطفی، حرفای عقلانی نیست. و وقتی میشینیم صحبت لایسیته میکنیم به فکر آینده مملکتیم و راهی که این مملکت باید بره بعدن درست کار بکنه، اینکه من دلم خنک میشه یا اون دلش خنک میشه یا اینکه این کارو کرده حالا من میرم جیزش میکنم، حرف موسیقی. وقتی شما لایسیته رو برقرار بکنید، یعنی بر استقلال روحانیت رو هم به رسمیت شناختید. این استقلال روحانیت در زمان محمد رضا شاه نبود. چرا بود؟ به خاطر اینکه اوقافی که نصف میخوردن گرفته بود دولت دستش، به هر کی که میخواست پول میداد و معمولا یه جوابی وزی پول دادن میخواست، این خواسته زبان دراز نشه، هوای حکومت داشته باشه. خیلیشون راضی بودن، میخوردن میخوابیدن دیگه، خیلی سریع همین کاری که الان به یه نوع دیگه دارن میکنه. این استقلال نداشتن. لایسیته این فراموش نکن استقلال به اینا میده. چجوری؟ میگه آقا جان من خود در بیار خود بخور، نه که بی حسابه، نه که مالیات نمیدی، نه که پول نمیتونی باب بذاری، نه این همه هست، ولی یه مقدار از این چیزها نه همش. همه جا دعواش بوده، هیچ جام همه چیز رو ندادن از نظر مالی به روحانیت. قری از قرارا نیست، ولی انقدر که بتونه دستگاه روحانی به طور مستقل بچرخه. اولش هم چیزی ازت نمیخوام. مال دست توئه، وردار بر مصرف خرج کن، خودتو بگردون. عرضه داری خودتو بگردون. من نمیخوام دست به این کارا بزنم. یعنی اون کاری که در آلمان هست که دولت میاد مالیات میگیره، باز میگیره دست یه دیگه میده. که البته کشور دموکراتیکه. جمهوری فدرال که نمیگه به مجلس من بگو. طبیعی است. ولی در کشوری مثل ما این همیشه وسیله است. به خصوص که با یه مذهب طرفیم و با مذهبی که فراموش نکنید مذهب حکومت هم چشیده. هر کس بیاد یه خوبه من پول میدم، آقا هوای ما رو داشته باش دیگه. نه، این خبران نیست. این است که آقا جان مستقل باش، استقلال تو حفظ میکنم، احترامت هم دارم، از یه جای پاتون بعد بده شروع. تموم شد. همین و خیلی ساده. وقتی که در دموکراسی باشه و با دموکراسی هم راه باشه، اینه. ضمانت دوامی. فرانسه نگاه کنید. قدیمش بر نمیکنم که داستان اینقدر طولانیه که اصلا فیلم برباخت رفته میشه. فقط از 1905 که اینا این قانون رو گذروندن، دست کلیسا رو کوتاه کردن، دورش خط کشیدن به طور رسمی معروف مال 1905 و اموالش هم گرفتن. یه مقدار زیاد شد. اول کلیسا سر و صدا که آقا ما بالایسته مخالفی با این. ظرف یک نسل تموم شد. کلیسای کاتولیک همش قبول کرد. الان گویا قد پاپ میشنوی که آقا این جدا کردن بسیار کار خوبی، این کار بعد همه جا بشه. یعنی ولعی نداریم به قدرت، میخواد روحانیت این دین اون دین، میخواد راحت زندگی کنی، ولع قدرت نداشته باشه، به کار دنیا کار نداشته باشه. قاعدتا روحانی باید به کار اون دنیا برسه. خب اونهایی که فهمیدن و صاحب شعورن این رو درک کردن و این راه رو میرن، به بقیه هم توصیه میکنم که شما به همین راه برید. دخالت در کاری که تو مربوط نیست بکنید، مزایاش هم خواهید دید. در مورد کلیسای کاتولیک محرزه در فرانسه، بسیار سریع اختلافات اولیه خوابید، بعد هم دیگه شکایتی نشد. به خاطر که هر کی رسید به کار خودش، همم آزادیشون دارن، این مذهب احدی هم آسیب ندید. اینا چوهاییست که میندازن و اکثرا اشخاصی میندازن که اصلا به تاریخ مملکت آشنا نیستن. این بعد در مملکت ما بشه. لایسیته و دموکراسی. و به همم بسته است. یک دلیل عرض میکنم و خط میکنم رشته سخن رو دست شما میدم. این است که آقا در دموکراسی پایه بر برابری شهروندانه. یعنی دولت همه رو باید بشه با کنه. دولتی که به هر عنوان موضع مسئله بگیره و مذهب داشته باشه، مذهب داشته باشه، قادر به این کار نیست. دولت موجودیتی است که باید بی مذهب باشه. تمام. این و این یعنی لایسیته. یا بله کاملا حق با شماست. به نظر من عدم دخالت دین و مذهب در سیاست پیش نیاز دموکراسی. یعنی شما وقتی که به این موضوع اعتقاد نداشته باشید نمیتونید دموکراسی پیاده کنید. وقتی شما میگید که قبول دارید
حکومت از خدا میاد و میرسه به ملاها به آخوندها، اون موقع شما دیگه دموکراسی رو دید، حاکمیت مردمی رو برگزار کنید. تمام شد. باید این پیش نیاز داشت، باید اول اعتقاد به این داشت که باید حکومت و دین و مذهب از هم جدا باشن. حتی عرض کردم خدمتون ایدئولوژی های افراطی مثل فاشیسم کمونیسم یا فاشیسم و غیره ذلک هم اینها هم در حقیقت با جدا باشن، اینها هم حق دخالت در این کارو ندارن، اگر اون میشه که قبلا در آلمان شد در کشور دیگه. البته در خدمتتون عرض میکنم همین جریان پولی که دولت میگیره از مردم و میده به کلیسا، این ارثیه ناسیونال سوسیالیسم زمان هیتلر این کارو کردن به خاطر اینکه کلیسا رو با خودشون یکی کنن، یعنی کلیسا بیسته پشتر ناسیونال سوسیالیسم که کرد این کار رو هم. بنابراین موند و اینها دیگه نتونستن برگردن، نتونستن بردارن. الان هم خب خیلی اعتراض میکنن به این موضوع، ولی که هنوز ادامه داره، ولی بهشون میگن هر کسی نمیخواد خارج بشه از کلیسا. از کلیسا که شما خارج شدید دیگه پولی هم نمیپاد. به هر صورت من خیلی سپاسگزارم از شما، وقت ما تمام شده، بیشتر از این دیگه نمیتونیم این میزگرد رو ادامه بدیم و خواهش میکنم که باز هم لطفی با ما داشته باشید و باز هم بتونیم با همدیگه در این مورد صحبت کنیم. امیدوارم اگر این برنامه رو کسانی میبینن که اعتراضی بهش دارن یا سوالی بهش دارن، این سوال رو با ما مطرح کنن که بتونیم در مورد اونها هم با اینها صحبت کنیم. با سپاس از شما و از اینکه این وقت رو به ما دادید و وقتتون رو گذاشتید، این برنامه رو خاتمه میدیم. از دعوتتون بسیار ممنونم و از مهمان نوازیتون. سپاس از شما. شب شما خوش. شب شما.